رایج‌ترین اشتباهاتی که یه عمر تو ورزش انجام میدیم و خودمونم خبر نداریم چیه؟ شما تا حالا چند تا از این حرکات رو اشتباه انجام دادید؟ آیا گرفتن عکس رادیولوژی میتونه ضرر داشته باشه؟ و از سرگیری روابط جنسی زوج بعد از بچه دار شدن؟ اسم ورزش که میاد یاد فایده هاش میافتیم، مثل کاهش خطر ابتلا به بیماری هایی مثل سرطان، افسردگی یا امراض قلبی. اما چرا بعضی از ما با اینکه اینقدر ورزش میکنیم به نتیجه دلخواه نمیرسیم؟ یکی از دلایل اصلی اون این هستش که اون حرکت یا نرمش رو درست انجام نمیدیم. نازنین معتمدی سری زده به دانشگاه آکسفورد بروکس، جایی که متخصصین به نرمش های نازنین نمره دادن، نمره قبولی هم ندادن. ببینیم شما چند تا از این حرکات رو درست انجام میدین. یکی از بزرگترین اشتباهات هم این بود که همیشه از زیر گرم کردن قبل از ورزش در می رفتم. نمی دونستم که به قیمت آسیب جدی به بدنم تموم میشه. خب بذار همینجا متوقفت کنم. خب وقتی این ورزش رو می کنی خیلی مهمه که به پایین و جلو بکشیش و نه به پشت گردنه، چون اینجوری به گردن و ستون فقراتت فشار میاد. بذار همینجا نگهت دارم. بذار برگرده سر جاش. آها. تو این حالت به پشت تو زانوهات صدمه میزنی. پاهات رو یکم بیار بالاتر و یکم بازتر از هم بذار. آره. همینجا خوبه. حالا باید به بیرون فشار بدی و پشتت رو هم به صندلی بچسبونی. حالا به بیرون فشار بده. پاهات رو هم یکم بازتر بذار. و حالا تا جایی که میتونی به بیرون فشار بده. آره. حالا آروم برگرد. تا زانوها در زاویه درستی باشن. 90 درجه؟ 90 درجه، آره. حالا دوباره به بیرون فشار بده. این دفعه زانوهاتو پایین نیار. تقریبا صاف و دوباره 90 درجه و تقریبا صاف به بیرون فشار بده. چند بار بیشتر انجام بده؟ بذار زانوهات از پاها جلوتر برن تا به هم نچسبونیشون یا جداشون نکنی. بذار همینجا نگهت دارم. خب درست دراز نشست نمیری، چون اگه همینطوری پیش بری به گردنت صدمه میزنی. بهتره دستاتو اینجا بذاری، دو طرف سرت که گردنت رو نکشی. و حالا درست همون کار قبلی رو انجام بده، ولی به سمت زانوهات بلند بشی. نگهش دار و حالا دوباره برو پایین. حالا میخوام ماهیچه‌های شکمت رو به کار بندازی و برای اون باید پاهات رو ببری بالا. همینجوری صاف و دوباره برگردونیشون زمین. دوباره انجام بده. حالا پاهات رو روی زمین بذار. وقتی داشتی این ورزش رو انجام میدادی پشتت رو قوس داده بودی و زانوهات خم بودن. برات سخت انجامش بدی؟ اینجوری برای پشتت خوب نیست و به کمرت صدمه میزنه. وقتی دارین این ورزش رو میکنین خیلی مهمه که درست انجامش بدین. باید ماهیچه‌های شکمت رو سفت کنی، پاهات رو صاف کنی و بعد بلندشون کنی و دوباره بیاریشون پایین. عالیه. خیلی مهمه که درست انجامش بدین، وگرنه بهتر اصلا انجامش ندین، چون ممکنه به پشتتون صدمه بزنین. خب بذار همینجا متوقفت کنم. کاری که داری میکنی اینه که قدمهای بزرگ برمیداری و به جلو و فراتر از زانوت متمایل میشی. کاری که میخوام انجام بدی اینه که یک قدم به جلو بگذاری و این قسمتت رو صاف نگه داری و یکی از زانوهات رو به سمت زمین ببری.
حالا میخوام بشین پاشو یا اسکوات انجام بدی. اگه اینجوری انجامش بدی به گردنت و پشتت آسیب میرسه. خیلی مهمه که زانوهات جلوی پاهات نرن و به جلو هم متمایل نشن که مجبورشی خم شی. آره سعی کن به جلو خم نشی، خیلی خوبه. به جلو خم نشو، عالیه. پشتت رو صاف نگه دار و قوس زیادی بهش نده تا ماهیچه‌های شکمت سفت و محکم بشن. حالا خیلی بهتر شد. واقعا شرمندتونم، دیگه از اینجا به بعد جون وزنه زدن رو نداشتم. دکتر مایده منصوبی، محقق ارشد مرکز علوم حرکتی و ورزش درمانی مهمان ما هستن. میخوام ببینم که چقدر گرم کردن قبل از ورزش مهمه، چون اکثر وقت ما اونو نادیده میگیریم. گرم کردن قبل از ورزش فواید زیادی داره که مهمترین اونا بالا رفتن دمای بدنه که خاصیت کشسانی به عضلات میده. شما یه خمیر بازی رو تصور کن، وقتی که از بسته بیرونش میاریم و گرمش میکنیم راحت‌تر میتونیم باهاش بازی کنیم. عضلات ما هم در واقع همینجوری هم. وقتی که گرم میشن ما عملکرد ورزشی بهتری داریم. دومین فایدهش اینه که دمای خون بالا میره. شما تصور کن وقتی ما آبو میجوشونیم یه حبابایی ازش خارج میشه وقتی دمای آب بالا میره. خون هم به همین ترتیبه، وقتی که خون گرم میشه ارتباط بین اکسیژن و هموگلوبین ضعیف میشه و اکسیژن به راحتی میتونه از هموگلوبین جدا شه و راحت در اختیار عضلات فعال قرار بگیره. و همینطور گرم کردن باعث حفظ تعادل گرمایی بدن میشه، یعنی باعث میشه که ما در حین ورزش خیلی گرممون نشه و عضلات آسیب نبینن و همینطور وارد فاز ورزش هوازی میشه بدن که باعث میشه اسید لاکتیک خیلی تولید نشه و در زمان بازسازی و ریکاوری درد کمتری داشته باشیم یا درد نداشته باشیم. قبل از ورزش چند دقیقه ما باید بدن رو گرم کنیم؟ بستگی به دمای محیط و آمادگی جسمانی بدنی ما داره. ما باید خودمون ضربان قلبمون رو چک کنیم که احساس کنیم ضربان قلب بالا رفته و شروع می‌کنیم به تعریق، یعنی خودمون گرم کردن رو متوجه میشیم که بدن عضلات آماده شده یا نه. بسته به دما میتونه متفاوت باشه ولی به طور معمول بین 15 تا 20 دقیقه توصیه میشه که حتما گرم کردن انجام بشه. نکته کلیدی اینه که نوع گرم کردنمون باید مرتبط با ورزشی که قرار انجام بدیم باشه. مثلا اگر قرار هست که با دست وزنه بزنیم شاید پا دوچرخه اونقدر خیلی تاثیر نداشته باشه، بهتر ماهیچه‌های مرتبط با اون نوع ورزش رو بیشتر گرم کنیم. چقدر سرد کردن بعد از اتمام ورزش میتونه مهم باشه؟ سرد کردن بعد از ورزش فایده‌های زیادی داره که میتونه مهمترینش جلوگیری از آسیب باشه. شما تصور کنید یه ماشین با سرعت 120 کیلومتر در ساعت در حال حرکته و بلافاصله ترمز کنه. بدن ما هم همین شکلیه. وقتی که بلافاصله ماشین ترمز میکنه به موتور آسیب میرسه، به لاستیک آسیب میرسه. دقیقا همین اتفاق توی بدن ما میفته. به قلب و عضلات خیلی فشار وارد میشه. وقتی که ما در حال فعالیت بدنی شدید هستیم، قلب با شدت زیادی در حال فعالیت، ولی عضلات با همون شدت در حال فعالیت نیستن که این حجم خونی که وارد عضلات شده رو به قلب برگردونن، برای همین فشار خیلی زیادی به قلب وارد میشه که باعث میشه بعضی وقتا تف بالا میاره یا فشارش افت میکنه و حتی بیهوش میشه. و همینطور وقتی خون تو عضلات باقی میمونه، این اسید لاکتیکی که در حین ورزش ترشح شده توی عضله باقی میمونه و باعث درد عضلانی میشه بعد از ورزش.
سوالی که خیلی ها اونو مطرح میکنن این هستش که چند ساعت بعد از غذا خوردن میتونن ورزش کنن؟ بهترین زمان برای تغذیه قبل از ورزش 2 ساعت قبل از شروع ورزشه و بهتره که قبل از شروع ورزش کربوهیدرات‌های سالم مصرف بشه که هضم و جذب بهتری دارن. کربوهیدرات‌های سالم مثل برنج قهوه‌ای یا غلات کامل، اگر میخواید شیر یا ماست مصرف کنید حتما کم چرب باشه و میوه و سبزیجات هم میتونه خیلی کمک کنه. و اگر قبل از ورزش به طور ناگهانی تصمیم گرفتید که برید ورزش 10 دقیقه یا 5 دقیقه فرصت دارید، بهترین تغذیه میتونه سیب یا موز باشه. آیا غذای خاصی هم هستش که اصلا نباید قبل از ورزش مصرف کنیم؟ غذاهای دیر هضم مثل چربی و پروتئین ها بهتر که مصرف نشه. هنگام ورزش کردن هم که فقط آب رو معمولا توصیه میکنن، درسته؟ بله، در هنگام ورزش اگر ورزش بین 45 تا 55 دقیقه یا زیر 1 ساعت هست، بهتر فقط آب مصرف کنیم. به طور معمول توی جرعه‌های خیلی کوچیک در طی ورزش استفاده بشه، ولی اگر زمان طولانی می‌خوایم مثل والیبال یا بسکتبال 2 تا 3 ساعت ورزش کنیم، در حین تمرینات میتونیم از کشمش یا تیکای کوچیک موز استفاده کنیم که بعد از 1 ساعت اول ورزش بهتر هر نیم ساعت یک بار 50 تا 100 کالری به بدن انرژی برسه. بعد از اینکه ورزش تموم شد به چه فاصله‌ای و چه چیزهایی رو مجاز هستیم که مصرف کنیم؟ برای خوردن مایعات و غذا بعد از ورزش حتما باید بدن به طور کامل ساعت شده باشه. میتونیم با آب شروع کنیم. اگر میخوایم چیزی با آب مخلوط کنیم میتونیم از آب پرتقال استفاده کنیم که هم قند کافی به بدن میرسونه و هم مایعات داره. و حتما باید آب میوه‌ای که با آب مخلوط میشه 100% طبیعی باشه. در زمان 20 تا 60 دقیقه بعد از اتمام ورزش بهتره که کربوهیدرات‌های طبیعی دوباره مصرف کنیم، چون که این کربوهیدراتی که در این زمان مصرف می‌کنیم در بدن ذخیره میشه و در زمان بازسازی عضلات بدن میتونه از این منبع کربوهیدرات برای بازسازی و ریکاوری استفاده کنه و بدن سریع‌تر به فرم اولیه برمیگرده. در مورد پروتئین‌ها چی؟ همونطور که قبل از شروع ورزش نباید پروتئین‌ها رو مصرف کنیم، بعد از اتمام ورزش هم تا 2 ساعت بدن آمادگی جذب پروتئین‌ها نداره و بهتره اگر پروتئینی مصرف میشه یا غذای پرچرب حتما در فاصله زمانی بعد از 2 ساعت باشه. آیا چیزی به نام ورزش خیلی زیاد وجود داره و به طور کلی چه وقت ما میگیم که ورزش بیش از اندازه بوده؟ خب ورزش بیش از اندازه به اسم بیش تمرینی شناخته میشه و میتونه بسته به آمادگی بدن ما، اگر ورزشکار حرفه‌ای هستیم و یا غیر حرفه‌ای، آستانه بیش تمرینی متفاوت باشه. اگه ما به صورت حرفه‌ای نمیخوایم ورزش کنیم، فقط میخوایم در هفته فعالیت بدنی مفید داشته باشیم، میتونیم بین 45 دقیقه تا 55 دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشیم و میتونیم این کار تا 5 روز در هفته انجام بدیم حتی. و اگر هنوز حرفه‌ای نیستیم و میخوایم یه فعالیت بدنی شدیدتر داشته باشیم، بهتره که این فعالیت بدنی رو 3 روز در هفته انجام بدیم و بین این روزها یه روز رو برای بازسازی و ریکاوری در نظر بگیریم. علائمی که میتونیم متوجه بیش تمرینی بشیم میتونه درد عضلانی مزمن باشه، اینکه میبینیم سیستم ایمنی بدنمون پایین اومده و خیلی زود به بیماری عفونی مثل سرماخوردگی حتی دچار میشیم، بدخلقی، پایین اومدن انگیزه و حتی کاهش اشتها و افسردگی میتونه از عوارض بیش تمرینی باشه. در اینجور مواقع بهتره که تا 36 ساعت از انجام حرکات ورزشی خودداری کنیم و ماساژ ورزشی بگیریم و یا از حموم آب سرد حتی استفاده کنیم که بدن شروع به بازسازی کنه. خیلی ممنون خانم دکتر. می‌خواستم ببینم اشعه ایکس رادیولوژی واقعا برای بدن ضرر داره؟
اشعه ایکس پرتگاه هست پر انرژی که وقتی وارد بدن میشه از قسمت‌های نرم مثل بافت چربی و عضلات عبور میکنه، اما به استخون‌ها که میرسه دیگه نمیتونه رد بشه. استخون‌ها راهش رو سد میکنن، در نتیجه یک تصویری برای ما درست میکنه که بهش همون تصویر رادیولوژی یا گرافی رادیولوژی میگن. اما همین خاصیتی که دیدن درون بدن رو میسر میکنه میتونه ضرر هم داشته باشه. اشعه ایکس به دلیل انرژی خیلی زیادی که داره هنگام عبور از بدن میتونه روی دی ان ای سلول ها اثر بگذاره و باعث آسیب سلولی و به احتمال خیلی 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 کم باعث بروز سرطان بشه. ما تقریبا 70 سالی که از چنین خطراتی مطلعیم. برای همینه که امروز قدرت، شدت و مدت تابوندن این اشعه با دستورالعمل های دقیقی کنترل میشه. اما چقدر باید نگران بود؟ واحد اندازه‌گیری اشعه ایکس ورودی به بدن میلی سیورت نامیده میشه. به طور طبیعی هر سال هر کدوم از ما تا حدود 3 میلی سیورت اشعه ایکس رو از محیط اطرافمون دریافت میکنیم. برای عکس رادیولوژی قفسه سینه کمتر از 1/100 واحد اشعه ایکس وارد بدن میشه که این میزان برای عکس دندان به مراتب خیلی کمتره. پس جای نگرانی نیست. اما برای سی تی اسکن از قفسه سینه چیزی حدود 4-7 واحد از اشعه ایکس باید وارد بدن ما بشه که این میزان برای سی تی اسکن معده یا روده های به طور کلی شکم خیلی بیشتر از این خواهد بود. وقتی تابش اشعه ایکس تکرار میشه اثر تجمعی تو بدن داره، یعنی هرچه اشعه بیشتر به بدن تابونده بشه صدمه بیشتری هم به سلول ها میزنه. برای همین پزشک انواع دیگر تصویربرداری پزشکی رو توصیه میکنه که در اون از اشعه ایکس استفاده نمیشه، مثل سونوگرافی یا MRI. با این حال در بعضی از موارد عکس رادیولوژی تنها راه تشخیصی است که میتونه پزشک کمک کنه و پزشک شما تنها کسی است که مضرات و فواید اون رو میتونه برای شما در نظر بگیره. توصیه من این هست که به دکترتون اطلاع بدین که تا به حال چند بار عکس رادیولوژی گرفتین و این میتونه باعث بشه که در آینده بی دلیل در معرض اشعه ایکس قرار نگیرین. در نهایت اشعه ایکس خطر ابتلا به سرطان رو خیلی کم افزایش میده، اما فوایدش در پزشکی خیلی بیشتر از ضررش هست. گاهی پیش میاد که به دیدار کسی میرین که سرطان داره و ما نمیدونیم که باید چی بهش بگیم. در این برنامه پای صحبت چند نفر که خودشون سرطان داشتن میشینیم تا ببینیم شنیدن چه جملاتی اونها رو آزار میده. پایین تنت هنوز کار میکنه؟ تو خیلی الهام بخشی، تو خیلی شجاعی. به نظر نمیاد سرطان داشته باشی. موهات کجاست؟ چرا مو داری؟ مگه شیمی درمانی نکردی؟ وقتی من از سر کار مرخصی میگرفتم یه نفر بود که همش بهم میگفت تو سرطان نداری. خیلی ها متوجه نمیشن که همه شیمی درمانی ها باعث ریزشمو نمیشن. ای وای، نگاش کنین، معلومه سرطان نداره، شاید میخواد جلب توجه کنه. من یکی میشناسم که همین سرطانو داشت. یکی به من گفت که عموشم همین نوع سرطانو داشته. بعد کمی مکس کرد و گفت آره اون مرد. آره، یه داستان طولانی میگن درباره یکی که سرطان داشته و باهاش جنگیده و چقدر حالش خوب بوده. بعد من میپرسم الان چطوره، میگن او 2 سال پیش مرد. از بین 100 داستانی که برام تعریف کردن پایان یکیش خوب بوده. توی 99 تای دیگه‌اش میگن طرف مرده. وای خدای من، چقدر دیگه زنده ای. تو ممکنه درست همون نوع سرطان با همون درجه و مرحله از سرطان همسایه بغلی داشته باشی که همسن توه و وضعیت جسمیش هم مثل توه، ولی نتیجه درمانش کاملا با تو متفاوت باشه. مردم همیشه فکر میکنن که چون سرطان داری حتما میمیری، ولی همیشه اینطوری نیست. الان خدا رو شکر با این همه درمانای جدید بیشتر افراد خوب میشن. این تقریبا از همه بدتره. مثبت باش. من از این کلمات متنفرم. بقیه باید اینو بدونن که تو نمیتونی همیشه مثبت باشی و روزای بد هم داری. خیلی از آدما به من میگفتن درسته که دیگه نمیتونی بچه دار بشی، ولی راههای دیگه ای هم هست. مثلا رحمه یه زن دیگر رو اجاره کنی یا بچه رو به فرزند خوندگی قبول کنی. آره، ولی اون زندگی نیست که من میخواستم. خیلی شجاعی. من شجاع نیستم، تنها گزینه موجود دیگه مرگه. من با هر چیزی که سر راهم قرار میگرفت روبرو شدم. این که الهام بخش باشی فشار زیادی رود میذاره. وای آره، خدای من. برای خیلی جمع کنم. اگه کسی سرطان داشته و دست یا پاشو از دست داده و الان داره 800 کیلومتر در 3 روز میدوه و میلیون ها پوند برای خیریه پول جمع میکنه، بقیه بهت میگن تو هم میتونی این کارو بکنی.
ولی وقتی رو تخت بیمارستانی و خسته ای و عکس ها و داستان های این افرادی که از تو خیلی بهترن و بهت نشون میدن، اصلا انگیزه بخش نیست. بارها شده که من به مراسم جشن دعوت نشدم، جشنایی مثل تولد یا عروسی، چون اونا فکر میکردن من خیلی بیمارتر از اونم که پاشم برم جشن. به گوشم رسید که یکی از دوستان مهمونی گرفته بود. بقیه ازش پرسیدن آنتونی کجاست؟ چون من معمولا دعوت داشتم و اون گفت که من دعوتش نکردم چون فکر کردم حس حال مهمونی رو خراب میکنه. بعضی هم هستن که میخوان دوست مبتلا به سرطان داشته باشن. آره اونا خیلی عجیبن. فقط برای این بهت کمک میکنن که به بقیه نشون آره، بدن براشون فکر میکنن مهمه. من فقط به این دلیل با تو درباره مریضی وحشتناک صحبت میکنم که به بقیه نشون بدم که حواسم بهت هست. اوه، پس حالا بهتر شدی. خیلی من ناراحت میکنه چون خیلی چیزا هست که آدما نمیفهمن، مثلا اینکه من هنوز از لحاظ عاطفی مشکل دارم. با اینکه این خیلی خبر خوبیه و من خودم به شخص وقتی این رو شنیدم از خوشحالی پریدم هوا و جیغ کشیدم، ولی درمان ماها و سالهای گذشته هم از لحاظ روانی و هم بدنی روی من خیلی تأثیر گذاشته. من باید تا سالها بعد تحت نظر باشم ولی هنوزم فکرم جای منفی میره. به محض اینکه تغییر کوچیک یا یه توده میبینم به خودم میگم وای دوباره برگشت. آره دوباره آره. مثلا من الان پریود شدم و این خیلی عجیبه چون بهم گفتن که ممکنه دیگه هیچ وقت پریود نشی. هورا هورا، دوباره احساس زن بودن میکنم. هیچ وقت فکر نمیکردم یه روز از پریود شدم خوشحال بشم، ولی به خودم گفتم وای نه، خونریزی دارم، یعنی سرطان دوباره برگشته. چی باید بگی؟ جواب این سوال از بقیه خیلی سخت داره. مثلا گاهی وقتا میشه به کسی گفت که خیلی شجاعه و این اونو خیلی خوشحال میکنه. آره. میشه بهش گفت اگه مثبت باشه پاسخ مثبت میگیره، ولی باید بدونی کی این حرفو بزنی. آره. بعضی وقتا هیچی نگفتنم خوبه. این که به یکی بگی بیاد و باهاش تلویزیون نگاه کنی. این که بتونی بری بیرون و چای بخوری، بری خونه دوستاتو کارهای معمولی بکنی، مثلا تلویزیون ببینی. میزان عشق و حمایتی که یه دفعه به سمتت میاد آدمو شدیداً تحت تاثیر قرار میده. حتی حرف زدن راجع بهش اشکمو در میاره. نه اینکه بگم فشاره، اما یه دفعه به خودت میای و میبینی که تو دختره یه نفر یا نوه یه نفر هستی و به خودت میگی که باید هر کاری لازم باشه و انجام بدم. رسیدیم به بخش درگوشی ها. دکتر سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، به این سوال که بسیاری از شما پرسیدیم پاسخ میدن. زمان مناسب برای برقراری رابطه جنسی مجدد بعد از زایمان و تولد نوزاد کی هست؟ این بخش از برنامه مناسب کودکان نیست. سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و روان درمانگر جنسی هستم. در این برنامه به سوالهای رسیده در مورد روابط جنسی زوجها پس از زایمان میپردازم. زوج به سلامتی و دل خوش فرزندشون به دنیا آمده و میخوان بدونن که کی میتونن به رابطه جنسی برگردن. در این مقطع من بسیار ایمیل هایی که میگیرم بیشتر از آقایونه. شما به هر پزشکی که مراجعه بکنین توی کتاب های پزشکی اومده که 6 هفته بعد از زایمان شما میتونین ارتباط جنسیتون از سر بگیرین. این قضیه برای افراد مختلف هم متفاوت پیش میاد. مثلا خانمی که زایمان طبیعی داشتن، پارگی شدید داشتن، زایمان سخت بوده، زایمان اول بوده، یا اینکه مثلا افسردگی پس از زایمان گرفتن، یا گوشت اضافی آورده اون ناحیه که بخیه زدن بعد از مثلا 6 هفته، این خانم مسلماً آمادگی اینو نداره که بعد از 6 هفته رابطه جنسیش مثل همون قبل باشه. بنابراین باید خیلی خیلی آروم آروم به این قضیه برگردین هر وقتی که خانم احساس راحتی کردن. ولی این به این معنی نیستش که آقا تلاش نکنه، چون بعضی از آقایون میگن ما اصلا به سمت خانوممون نمیریم تا اون بیاد به سمت ما. از نظر روحی یک خانم بعد از زایمان تبدیل به یه مادر میشه و غریزه مادرانه بسیار قوی تر از غریزه جنسی برای خانم ها. به خاطر همین اگر که شما پس بکشین ایشون نمیاد، خیلی بعیده که یه خانم بعد از زایمان بعد از چند هفته بیاد به شما بگه که خب حالا بیا از سر بگیریم رابطه جنسیمونو. هر از گاهی بهتره بنا به اون غریزه که دارین به سمت ایشون برین. ناز، نوازش، همدلی و اینم در نظر بگیرین که از نظر روحی همونطوری که گفتم این قضیه مهمه در نظر بگیرین. جسمش یه طرف که خشکیه و این خشکی تا زمانی که بچه رو شیر میده خانم ادامه داره.
از نظر روحی اگر خانم افسردگی پس از زایمان نداشته باشن، خیلی راحت باشن، دارن بچهشون شیر میدن حالا یا نمیدن، احساس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن، احساس نکنن که از کم خوابی اصلا نمیتونن راه برن یا غذا بخورن، توقع نمیشه داشت که رابطه جنسی باهاشون برقرار کرد. چون رابطه جنسی تقریبا مثل این میمونه که فرد میخواد به جیم بره، مثلا میره به یه ورزشگاه و ورزش بکنه برای 20 دقیقه، و اگر که نخوابیده باشه، غذای درست نخورده باشه، توانایی نداره اصلا این کار رو انجام بده. بنابراین یه سری توقعات هم باید در این مواقع در نظر بگیریم که یه ذره به قول معروف ایدئالیست نباشه و واقع گرایانه باشه. بعضی از خانم ها میگن که وقتی که بچه دار میشن اون احساس غریزه مادری به حدی قویه که احساس میکنن که اصلا دیگه نمیخوان رابطه جنسی تا این مدت داشته باشن، احساس میکنن این تداخل داره با اون حالت مادرانه ای که دارن، اون حالت به قول معروف مقدسی که از یک مادر تو ذهنشون دارن با یک شریک جنسی نمیخونه. اینم باید درک کرد، برای اینکه برای خیلی از خانم ها پیش میاد، ولی یواش یواش با آرامش، اینکه خب این بچه جفتمونه و هر حال ما اول بودیم که این بچه بوده، خیلی با همدلی یواش یواش تدریجی میتونین اینو به سمتی ببرین که دوباره این خانم دلگرم بشه، به خودش به عنوان یک آدمی که میتونه یک شریک جنسی باشه نگاه کنه، نه فقط یک مادر یا یک همسر، و با همدیگه دوباره شروع بکنین که یک رابطه جنسی رو از سر بگیرین بعد از اینکه فرزندتون به دنیا اومد. اینم همینجا بگم که در بعضی از مواقع متاسفانه حاملگی به سخت منجر میشه یا زوج بچهشون از دست میدن، بعد خب این قضایی هم همه باعث میشه که تا یه مدت زیادی شاید فرد اصلا از رابطه جنسی زده بشه. اینا رو هم در نظر بگیرین که شرایط هر زوجی با زوج دیگه ای فرق میکنه. همه برنامه 37 درجه رو میتونین در پلی لیست 37 درجه در یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید. در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه ما رو دنبال کنین. ایمیل یادتون نره 37@bbc.co.uk. تنتون سالم، دلتون شاد، روانتون آرام.